تنها گل بازی را زد. قرمزپوشان تهرانی با دفاع از این نتیجه 39 امتیازی شدند و صدر جدول را حفظ کردند. ملوان با 27 امتیاز هشتم است. از محمد تقوی بازیکن سابق استقلال و تیم ملی ایران درباره رمز موفقیت‌های اخیر پرسپولیس پرسیدیم. ببینید من نزدیک به دو ماه پیش گفته بودم که تیم‌های پرسپولیس و استقلال شرایط بهتری نسبت به تیم‌های دیگه دارن. ما امروز دیدیم که پرسپولیس تونست به خوبی مشکلی که در هفته‌های قبل داشت رو برطرف کنه. پرسپولیس تنها مشکلش تو بازی‌های خارج خونه نتیجه نمی‌گیره، اما ما دیدیم تو این دو تا بازی آخرش تونست هم ملوان رو و هم مثل کرمان رو با نتایج خیلی خوبی ببره. پرسپولیس به نظر من سه تا بازیکن داره که این سه تا بازیکن می‌تونن تو هر لحظه نتیجه بازی رو عوض کنن. خلد بریس، مسلمان و صادقیان بازیکنایی هستن که تو سیستمی که الان علیدایی استفاده می‌کنه به نظر من میتونن تو هر نقطه‌ای از زمین، در واقع میتونن تو هر نقطه‌ای از زمین شرایط به نفع پرسپولیس تغییر بدن. ما امروز می‌دیدیم این سه تا بازیکن هیچ پست خاصی نداشتن ولی همه جای زمین بودن. اما یه نکته‌ای که امروز خیلی جالب بود برای من این بود که ما دیدیم که پیام صادقیان که واقعاً این روزا میتونیم بگیم استثناء تو فوتبال ماست، تعویض میشه. این پیام صادقیان یه بازیکن خلاقیه که نیاز به این داره که بهش این فرصت رو بدیم که شکوفا بشه خلاقیتش. اگه ما هرچی پیام صادقیان رو تو چارچوب تیمی قرار بدیم خلاقیتش ازش میگیریم. البته اعتقاد دارم که آقای دایی به مراتب شرایط تیمش بهتر از من میدونه، اما فکر میکنم پیام صادقیان نه تنها برای پرسی بلکه برای فوتبال ما میتونه یه در واقع علی کریم دیگه ای باشه. به نظر من فکر میکنم ما باید این وقت رو در اختیار پیام صادقیان بدیم که با اعتماد به نفس بهتری بتونه به استقلال به پرسپولیس و تیم ملی کمک کنه. محمد تقوی بود، بازیکن سابق استقلال و تیم ملی. اما در ورزشگاه آزادی و در برابر حدود تنها 1000 تماشاگر، استقلال تهران دماش گیلان را شکست داد. تنها گل مسابقه را حنیف عمرانزاده مدافع استقلال در دقیقه 41 با ضربه سر زد. آبی‌های پایتخت با این برد جای نفت را در رده دوم جدول گرفتند و حالا تنها یک امتیاز با پرسپولیس صدرنشین فاصله دارند. نفت برابر استقلال خوزستان بدون گل مساوی کرد و به رده سوم سقوط کرد. فولاد هم برابر راه آهن بدون گل متوقف شد و در رده چهارم ماند. تراکتورسازی در خانه مس 1-1 متوقف شد و سپاهان 3-0 فجر سپاسی رو شکست داد. اما در مورد استقلال، ببینید استقلال به نظر من تو همین جای کارم کار بزرگی انجام داد. استقلال شرایط بسیار بدی رو داره پای سر میگذاره. اگه دقت کنید به آرش تیم استقلال، برخلاف پرسپولیس که آرش تیمی خودش رو پیدا کرده، استقلال تو هر بازی داره آرشش عوض میشه. یعنی امکان نداره استقلال تو دو تا بازی با یه آرش بازی کنه. اما با توجه به اینکه کادر فنی این تیم و بازیکن‌های این تیم از تجربه بالایی برخوردارن، میتونن در واقع کمک کنن به تیمشون. ما امروز دیدیم که برخلاف اینکه بازیکن‌های در واقع میتونیم خط حمله استقلال دروازه رو گم کردن و کمتر میتونن به این تیم کمک کنن، مدافعین این تیم هستن. بازی قبل ما دیدیم پژمان منتظری اومد به این تیم کمک کرد و گل زد. امروز ما دیدیم حنیف عمرانزاده اومد به داد استقلال رسید. ببینید این مدافعینی که میتونن در شرایطی که در جریان بازی، امروز ما گلی که عمرانزاده زد در شرایط سرباد ایستگاهی نبود، در شرایط جریان بازی بود. من فکر میکنم خیلی میتونه یه درسی باشه برای تیم‌های دیگه که بعضی مدافعین میتونن بیان در واقع خیلی هم کمک کنن در زمان حمله. اما برگ برنده استقلال به نظر من دو تا هافکش هستن، آقای تیموریان و نکونام. ما دیدیم نبود نکونام در بازی فجر کاملا مشخص بود. نکونام چقدر تاثیر داره تو استقلال و تیموریان، ما امروز دیدیم واقعا یه تنه تمام بار فنی استقلال داشت به دوش می‌کشید. من بگم این دو تا بازیکن و این در واقع جدال استقلال با پرسپولیس که چند هفته آینده میشه، یه جدال خیلی قشنگی میتونه بشه، مخصوصا مقابل هافکای تکنیکی استقلال در موقع بازیکن تجربه موفقیت تکنیکی پرسپولیس در مقابل بازیکنان با تجربه استقلال.